سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده طی ای رفتارهای خشونتبار و نجات ای که علیه مسلمانان در کشور آفریقایی اتیوپی اعمال می شود را محکوم کرد در این بیانیه که نسخه ای از آن به دست شیعه ورز مسلمان آزاده با اشاره به اوضاع داخلی اتیوپی آورده است ما از دولت مردان می خواهیم افراد و جریان را که کین توزی و خشونت ورزی را در میان پیروان ادیان گوناگون ترویج نموده و صلح و امنیت داخلی را به خطر می مهار کند این سازمان حقوق بشری در ادامه افزود بر پایه گزارش های به دست آمده تعدادی از مساجد مسلمانان اتیوپی در این کشور با انگیزه نجات پرستی به آتش کشیده و خسارت های فراوانی نیز به دارایی های آنان وارد آمده است از طرفی ادعی در اقدامی انتقام جویانه یک کلیسا را با آتش کشیدن سازمان جهانی نفی خشونت با تأکید بر لزوم ریشکن کردن مروجان و مبلغان فتنه تصریح کرد حکومت اتیوپی مسئولیت حفظ جان و دارایی مردم را بر عهده دارد و نباید هیچ گونه تبعیض نژادی و دینی میان شهروندان خود قائل شود پس از حکومت این کشور می‌خواهیم تا کسانی که بر خشونت و من آزادی بیان را ترویج می دهند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در پایان با یادآوری روابط تاریخی میان مسیحیان و مسلمانان در اتیوپی از آنها خواست تا با برقراری همزیستی مسالمت آمیز راه هرج و طلبان و حامیان خشونت را مسدود نمایند